پیشبینی ها محقق شد. سیل جنوب 13 دی ماه رخ داد. باران سیلاسا شد و رودخونه از مسیر خارج. کمتر از چند ساعت راه 165 روستا مسدود شد و به همراه این ارتباطات طبق روال همیشه مختل. بعد هم قطعی آب و برق. همان سناریوی تکراری که در فروردین 98، دی ماه 98، فروردین 99 و این بار 13 دی ماه 1400 تکرار شد. راه حل قدر روز روشنه. تکمیل سیلبند خرم. با من مرضیه قاضی‌زاده همراه باشید تا در خصوص جزئیات این سیلبند و چرایی عدم تکمیلش براتون بگم. گذشته حدود 132 کیلومتر از مسیر رودخونه‌های استان کرمان لایروبی شد. اتفاقی که جلوی خسارات جانی و در سیلاب اخیر گرفت، اما رقم خسارات مالی و سرمایه‌هایی که از دست رفته قابل ملاحظه است. تقریبا تمام شهرستان‌های جنوبی روی پهنه سیلابی قرار دارند. این یعنی ما بالا بیایم، پایین بیایم، چاره جز تکمیل سیلبند خرم نداریم. این پروژه واسه دهه 50 بوده. سیلبند رو از بالا دست جیروف شروع کردن و رسوندنش به بخش‌هایی از انبرآباد. همون موقع ها اما پروژه متوقف شد و عملاً 150 کیلومتر مابقی که سیلبند رو میرسوند به جازموریان متوقف موند. یکی دو سال قبل اما فدایی دوباره پرونده موضوع باز کرد. اون زمان رسانه‌های موضوع با تیتر نسخه فدایی برای جلوگیری از وقوع سیل مجدد در جنوب استان برجسته کرده بودند. همون زمان هم یه تفاهم‌نامه با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد شد و مبلغ پیشبینی شده برای تکمیلش 1000 میلیارد تومان برآورد شد. پروژه به مرحله اجرا نرسید تا مهر ماه حرف از 2000 میلیارد تومان برای ساخت این سیلبند به میان آمد. گذشت و گذشت تا دی ماه امسال و پیگیری های کرمان نو از مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آب منطقه‌ای نشون میده هنوز این تفاهم نامه منجر به عقص قرارداد نشد و حتی مطالعات نهایی هم براش انجام نشده. ساخت این پروژه هزینه بره. وقتی میگیم 2000 میلیارد تومان یعنی اعتبار بیش از کل بودجه شهرداری کرمان. رقمی که فقط 850 میلیارد تومان تا رسیدن به کل بودجه شهرداری های استان فاصله داره. اگر هم با بودجه استان مقایسش کنیم میبینیم که باز این هزینه 1/10 بودجه کل استان کرمانه. هرچند این تخمین هم مربوط به سال 99 بوده و الان مسلماً رقم چند برابر شده. اینطور بگم که این پروژه با اعتبارات استانی ممکن نیست پیش بره و باید جزء پروژه‌های ملی تعریف بشه. اما درد اونجاست که فرضاً پروژه‌ای مثل انتقال آب از حلیرور که حتی پیوست محیط زیستی هم نداره در قالب پروژه‌های ملی تعریف میشن و بودجه میگیرن، اما این پروژه نه. رسانه کرمان نو از همینجا از استاندار، ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگان کرمان به ویژه آقای شکراللهی نماینده پنجگنج میخواد تا این موضوع پیگیری کنه تا این پروژه هم در قالب پروژه‌های ملی بیاد.